یاد خدا و سلام احترام دارم خدمت شما. ما شما درس خدا امروز درباره روش تشخیص سوء استفاده یا تشخیص مبتنی بر امضا شروع میکنیم. در درس قبلی ما شما درباره روش تشخیص رفتار غیر عادی بود که ما شما وقتی از رفتارهای عادی ما شما نمونه میگیریم، فرضاً به طور مثال هر نفر به طور عادی 2 یا 3 بار در کامپیوتر خود روزانه لاگین میشه، اما اگر ای یک نمای است یا یک سیمپلی است چی است؟ یک رفتار عادی می باشه که ما منحیص نما در نظر می گیریم، و هرگاه اگر یک کسی چندین بار بیشتر از 20 بار یا 30 بار لاگین شده بود در اکانت خود یا در کامپیوتر خود، در صورت میتونه یک رفتار غیر عادی باشه که در صورت ما میتونه تشخیص بده که در سیستم های ما چی شده، نفوذ انجام شده. این موضوعاتی بودند که ما در درس قبلی مورد بررسی قرار دادیم، اما در درس امروزی روش تشخیص سوء استفاده یا تشخیص مبتنی بر امضا مورد بررسی قرار می‌دهیم. این روش تشخیص سوء استفاده یا تشخیص مبتنی بر امضا چی می باشه و چگونه اجرا میشه؟ در این تکنیک معمولا با نام تشخیصی مبتنی بر امضا شناخته شده، الگوهای نفوذ از پیش شناخته شده یا همو امضای سیگنچر به صورت قانونگاری به صورت قانون نگهداری میشه، به طوری که هر الگو انواع متفاوتی از یک نفوذ خاص را در بر گرفته و در صورت بروز چنین الگوی در سیستم وقوع نفوذ اعلام میشه. خب امضا مثل امضا یا شست روش می باشه که مثل امضا و یا شست می باشه که ما شما در کارهای روزانه خودم استفاده میکنیم. به این شکل است که هر کس امضاهای از خود داره و هرگاه امضاها من حیث نمونه استفاده میشه و هرگاه کدام امضاها یا شست ناشناخته و ثابت شد، در صورت معلوم میشه که به سیستم های ما چی شده، نفوذ انجام شده. در این روش ها معمولاً تشخیص دهنده دارای دیتابیس از امضاها یا الگوهای حمله هست و سعی میکنند که با بررسی ترافیق شبکه الگوهای مشابه با آنچه را که در دیتابیس خود نگهداری میکنند بیابد. یک دیتابیس پیش خود داره و تمام امضاها و نمونه ها پیش هست و به این شکل هرگاه اگر کدام امضایی پیدا کردن که با این الگوها مشابه نیست، در صورت فهمیده میشه که اینجا حتما حمله صورت گرفته یا نفوذ شده. این دسته از روش ها تنها قادر به تشخیص نفوذهای شناخته شده میباشه. این فقط نفوذهای را که شناخته شده میباشه اینا را تشخیص میتوه. در صورت بروز حملات جدید در سطح شبکه نمیتونه که آنها را شناسایی کنه و مدیر شبکه باید همواره الگوی حملات جدید را به سیستم تشخیص نفوذ چه کنه اضافه کنه. از مزایای این روش دقت در تشخیص نفوذهایی است که الگوهای آن عیناً به سیستم داده شده است. خب موضوع دیگه عبارت است از معیاری سیستم های تشخیص نفوذ، میبخشید معماری سیستم های تشخیص نفوذ میباشه و معماری سیستم های تشخیص نفوذ که اینجا گفته معمارهای مختلف سیستم تشخیص نفوذ وجود داره که عبارت از سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان یا HIDS، سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه یا NIDS و همچنان سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده یا DIDS که درباره HIDS و NDIDS ما و شما کمی در درس‌های قبلی هم بحث و گفتگو کردیم. خب در اینجا سیستم شناسایی حملات شبکه‌ای یا برش NIDS میگن مورد بررسی قرار گرفته. خب سیستم های شناسایی حملات شبکه‌ای یا NIDS همه پاکت ها در یک قسمت شبکه را دریافت می کنند. این کار مثل سیستم حسگر پاکت ها یا پاکت ها هست که اما تفاوت پس از دریافت یا حس شدن پاکت یا پاکت ها مشخص می شه.
NIDS ها بر اساس مفهوم شنود بنا شده و به دو شکل مختلف میتونه آنها به کار گرفته شود. این روش ها برای مقابله با سویچ های لن و نیز برای جلوگیری ازلود کردن یا ازله کردن ترافیک توسط آنها طراحی شده. یک IDS باید تا حد ممکن بتواند بخش زیادی از ترافیک را ببیند تا بتواند موثر باشه. و دیگه دو روش متفاوتی که گفتین در بخش NIDS استفاده میشه به شرح زیر میباشه. یکی شنود داخل خط است یا برش اینلاین وایرتپ میگن که روش دریافت پاکت ها یا پاکت های یک شنود فیزیکی بین دو وسیله شبکه قرار میده که NIDS به این شنود وصل میباشه. و دومیش هم پورت مانیتورینگ یا انعکاس پورت میباشه که بسته به نوع سویچی که استفاده میکنید انعکاس پورت که به چرخش پورت یا پورت سپنینگ نیز معروف میباشه میتونه یک راه حل انعطاف پذیر باشه. این تکنیک به سویچ ها فرمان میده که از هر پاکتی که مثلا قرار است به پورت یا به پورت که دیوار آتش یا فایروال شما با آن متصل است فرستاده شوند یک کپی به پورت دیگر ارسال میکنه. NIDS به این پورت انعکاس چی هستند وصل میباشند. بعد از اینکه NIDS پکت ها را میخواند پکت ها به روش های مختلفی تحلیل میشه که این به نوع NIDS مورد استفاده بستگی داره. برخی NIDS ها با مقایسه پکت ها با نشانه های حمله ای که در دیتابیس خود دارن به دنبال یک اثر انگشت یا رد پا میگردن در حالی که دیگر سیستم ها به دنبال فعالیت غیری معمول هستند که بتانه نشانگر شروع یک حمله باشه. خب یک از مزایای NIDS ای است که به محض ای که ما را نصب بکنیم غیر قابل چی میشه؟ ردیابی و نامرئی میشه. مواردی مربوط به سرعت و تغییرپذیری وجود دارند که هنوز صنعت IDS با آن دست و پنجه نرم میکنه. و NIDS ها با افزایش سرعت شبکه ها و ورود گیگا اینترنت به شبکه ها در هر اندازه ای در مقیاس بندی به مشکل برخوردند به زودی سرعت های بالای 10 گیگابایت استفاده خواهد شد. البته NIDS ها باید هر پکیج را دریافت کرده و چگونه تمام اجزای آن را تحلیل بکنند. این موضوع باعث میشه که سرعت بالا مشکلی باشد که هنوز حل نشده. به علاوه به بروز رسانی امضاهای حمله هنوز به این نرسیده که بتانه جدیدترین حملات را چکنه شناسایی کنه. خب واضح هست که فروشندگان IDS و چگونگی به بروز رسانی امضا توسط آنها بسیار دور از جایی هستند که انتی وایرس ها رسیده است. اخیراً کمپانی سیسکو یک ماژول برای سویچ کاتالیست 6000 روانه بازار کرده که شناسایی حمله شبکه‌ای را به طور مستقیم در سویچ ها به کار می‌گیرد که هنگام گرفتن پکت ها دقت را چی می‌تونه افزایش بده. نصب و به کارگیری NIDS به طور کامل به طراحی فعلی شبکه و معماری تان در هر نقطه بستگی دارد. هرچی اجرای شبکه بیشتر باشد، هرچی اجزای شبکه بیشتر باشد، تعداد مکانهای قرارگیری NIDS ها معمولا بهتر تعیین میشه.
خب جای گذاری معمول NIDS ها به آنها این امکان را میده تا در محیط پیرامون شبکه مثل دو سمت دیوار آتش، سمت داخلی و خارجی، نزدیک به سرور و روی لینک های شبکه های شرکت تجاری بیشتر اثر بخشی را داشته باشه. این جای گذاری به سازمان امکان میده تا اثر بخشی واقعی راوترها، راوترهای پیش اسکن کننده و دیوار آتش را بسنجد. خب این لینک ها بهتر است که پهنای باندهای کمی داشته باشند که به گونه ای که یک IDS بتواند ترافیک را مدیریت کند. این کار سنجش خوبی از کنترل ها و بیلانس ها ارائه داده و برای سازمان ها مطلع از امنیت که در آنها سربرها در پشت دیوار آتش به اینترنت دسترسی دارند ایده‌آل است. و یک نکته با ارزش دیگر ای که همخوانی با بدنه و استخوان‌بندی ون می باشه. یک مشکل رایج کردن شبکه اصلی شرکت از نقاط دور از شبکه می باشه، چون لینک های ون پهنای باند کمی داره و این IDS می تانه بسیار سودمند باشه. و یک عمل امنیتی خوب میگوید که هنگامی در نظر گرفتن یک راه حل IDS هر دو NIDS داخلی و خارجی باید استفاده شود و این NIDS ها قادر میسازد تا حملات را از تبدیل‌های داخلی و تبدیل‌های اینترنتی چکنه کنترل بکنن به شکل داخلی و هم شکل خارجی شما اینا نصف شود. داشتن دو NIDS کمی عجیب به نظر میشه، اما باید داشته باشید که به لحاظ آماری اکثریت حملات از منابع داخلی است چی میشه اجرا میشه. نادیده گرفتن هر یک از این دو مکان اثر بخشی IDS چی میکنه در شبکه های ما شما کاهش میده. این موضوعاتی بودند که ما شما در درس امروزی مورد بررسی قرار دادیم و اگر ما خلاصه بکنم براتون که ما شما از معماری سیستم های تشخیص نفوس مورد بررسی قرار دادیم که بسیار نبود و همچنان اولش که سیستم شناسایی حملات شبکه‌ای یا NIDS بود مورد بررسی قرار دادیم و این هم به دو شکل به دو روش متفاوت وجود داره که یک شرود داخل خط است و دیگرش هم انعکاس پورت یا پورت مانیتورینگ می باشه. این موضوعاتی بودند که ما شما مورد بررسی قرار دادیم و جلسه ما شما همینجا ختم میشه. تشکر از توجه شما، موفق و پیروز باشید.